اگه فکر میکنید مخوفترین و هولناکترین زندانای جهان در جاهایی مثل آمریکا، فرانسه و کره شمالیه، باید بگم سخت در اشتباهید. شاید بپرسید چرا؟ چون هولناکترین زندان دنیا تو ایران خودمون در تخت سلیمان آذربایجان غربی قرار گرفته. هر زندان دیگه ایو که میشناسین یا اسمش رو شنیدین جایی برای زندانی کردن انسان هاست. اما زندان سلیمان محل زندانی کردن اجنه تحت فرمان سلیمانه. کوه زندان سلیمان محلی برای حبس اجنه در تخت سلیمان بود که یکی از مهمترین و البته معروفترین جاذبه های گردشگری آذربایجان غربیه. با ما همراه باشید تا با رمز و راز این مکان حیرت آور آشنا بشیم. و خداوند انگشتری به سلیمان داد تا با آن بر دیوها و اجنه مسلط شود و بر آنان حکم براند. ماجرای کامل انگشتر معجزه آسای حضرت سلیمان رو توی یه ویدیوی جدا براتون به صورت کامل ضبط کردیم که بالای صفحه برای شما نمایش داده شده و میتونین بعد از ماجرای زندان سلیمان ماجرای انگشتری که حضرت سلیمان با اون اجنه رو کنترل میکردم ببینید که داستان خیلی جذابی داره. اما تکلیف دیوای سرکشی که از حضرت سلیمان نافرمانی می‌کردن چی میشه؟ مردم محلی معتقدن که سلیمان اونا رو در زندانی مخوف و بزرگ حبس کرد تا برای ابد در اونجا بمونن. زندانی که دیوارهاش اونقدر بلنده که هیچ جن و دیوی نتونه از اون بیرون بیاد. محلی‌ها به حفره عمیق این کوه بزرگ که اجنه در اون زندانی و مبهوسن زندان دیو یا زندان سلیمان میگن. اما اگه از قصه ها و نقل قولا بگذریم، واقعا چرا این کوه به این نام عجیب معروف شده؟ کوه سلیمان در منطقه تخت سلیمان آذربایجان غربی یکی از کوههای آتشفشانیه. در گذشته از این کوه بخارای آتشفشانی بیرون می‌زده و سر و صدایی را می‌انداخته و مردم رو می‌ترسونده و باعث می‌شده که فکر کنن حتماً دیو یا اجنه مخوفی در اون کوه زندانی شدن. تنها راه دیدن این سیاه‌چاله مخوف که به زندان دیوا معروفه اینه که از بالای کوه اونو ببینیم، وگرنه هیچ راه دیگه‌ای نداره. شاید به همین علته که مردمان باستان باور داشتن که اگه کسی وارد این کوه بشه توسط دیو خورده میشه و هیچ وقت بیرون نمیاد و همین دلیل باعث شده که به افسانه دیوهای مبهوس در این کوه اسرارآمیز دامن بزنن. اگه به بالای کوه برین بناهایی از سنگ و ساروج میبینین که به خوبی نشون میده مردم در گذشته برای این کوه جایگاه ویژه‌ای برخوردار بودن و اونو مقدس میدونستن و برای عبادت یا قربانی مرتباً به اونجا میرفتن. به خصوص اینکه حدس و گمان تاریخ دانا بر اینه که این کوه در دوران مانویان یکی از محله‌های اصلی عبادت بوده. البته عظمت این مکان خواه ناخواه هنوزم شما رو مجبور می‌کنه سر تعظیم فرود بیارین، چرا که دیدن منظره هولناک گودال وسیعی که در قلب کوه قرار داره لرزه به اندامتون میندازه. اما واقعاً زندان سلیمان چطور به وجود اومده؟ همونطور که گفتیم کوه زندان سلیمان یا زندان دیو آذربایجان غربی یک کوه آتشفشانیه. کوههای آتشفشانی معمولاً از سنگای آذرین یا دگرگونی به وجود اومدن، اما در کوه زندان سلیمان هیچ نشونی از این جنس سنگها به چشم نمیخوره، بلکه تمام این کوه آتشفشانی عجیب از جنس سنگای رسوبیه. خیلی عجیبه نه؟ رسوبی بودن یک کوه آتشفشانی اتفاقیه که در جهان حداقل در خشکی‌های جهان نادره. کوههایی که از سنگای رسوبی تشکیل شدن طبیعتاً حاصل رسوبات سنگریزه‌ها و ماسه‌های دریایی هستند که هزاران سال پیش در اون مکان وجود داشتن. اما نکته شگفت‌انگیزتر درباره کوه زندان سلیمان اینه که در این منطقه هیچ وقت هیچ دریایی وجود نداشته. شاید بپرسیم پس علت سنگای رسوبی این کوه عجیب و غریب چیه؟ اصلا این زندان دیوای حضرت سلیمان چطور به وجود اومده؟ جالبه که بدونین همه این زندان از یه چشمه آب کوچک ساخته شده. شاید شما هم کم کم دارین باور میکنین که این کوه یه کوه طبیعی نیست. خاک مناطق آذربایجان پر از منابع گوگرد و مواد معدنی دیگه است. چشمه آبی که هزاران سال قبل در نقطه کانونی این کوه وجود داشته، آروم آروم جوشیده و املاحش روی همدیگه رسوب کردن.
این چشمه کم کم به یه دریاچه تبدیل شده و سنگای رسوبی ناشی از انباشت این املاح رفته رفته طی هزاران سال روی هم تلمبار شدن و با گودالی که در وسط ایجاد کردن یک کوه ساختن. بعدها آب دریاچه آروم آروم خوش شده و کوه زندان سلیمانو از خودش به یادگار گذاشته. کوهی که به دلیل معادن سرشار از گوگردی که در زیرش وجود داره محلی عالی برای تبدیل شدن به دهانه ی آتش فشانه. آتش فشانی که هزاران سال قبل فوران می کرده، قطر دهانه کوه و باستر، عمق گودالش رو بیشتر و شگفتی این منظره حیرت انگیز رو چند برابر کرده. این زندان یکی از عجیب ترین آثار طبیعی تاریخه که حتما بازدید از اون برای شما جذابه. همراهان عزیز اساطیرنامه، ممنونیم که با ما همراه بودید و اگه به این سبک مطالب تاریخی علاقه مند هستید، اساطیرنامه رو سابسکرایب و این پست رو لایک کنید.